سه روز بعد از زمین لرزه در شهر خوی وضعیت شهروندان در این شهر و روستاهای اطراف همچنان بحرانی. امروز سه شنبه شماری از مردم مقابل ساختمان‌های فرمانداری و ارتش این شهر تجمع کردند. شهروندان آسیب دیده خواستار دریافت چادر و وسایل گرمایشی برای تحمل سرمای زیر صفر درجه خوی بودند. زلزله‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر ساعت 21:44 دقیقه 8 بهمن ماه حوالی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی رو لرزون و در بیشتر شهرهای غربی ایران هم احساس شد. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در این زلزله 3 نفر جون خودشون رو از دست دادن. سخنگوی اورژانس هم مجموع مصدومان رو بیش از 1000 نفر اعلام کرده. بیش از 3000 واحد مسکونی در 70 روستا هم دچار خسارت شدند. در این حال تصاویر زیادی از برخورد ماموران امنیتی با مردم زلزله زده خوی در شبکه اجتماعی منتشر شده. ایران از نظر سوانح طبیعی از مناطق پرخطر جهان. مؤسسه اینفورم وابسته به مرکز اطلاعات مدیریت ریسک بلایای طبیعی شورای اروپا در جدیدترین گزارشش ایران را از نظر شدت بلایای طبیعی در رده کشورهای پرخطر جهان قرار داده. اما مسئولیت دولت در قبال بلایای طبیعی چیه؟ به لحاظ قانونی دولت در قبال مالیات و عوارضی که از شهروندان میگیره مسئولیت داره در وهله اول با ایجاد زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی درست اقداماتی انجام بده تا آثار زیانبار بلایای طبیعی به حداقل برسه. در سال 70 قانونی با عنوان قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی تصویب شده. جبران خسارات مالی مستقیم که از بلایای طبیعی ناشی شدن هم به عهده دولته. بودجه این خسارت ها از محل درآمدهای عمومی دولت تامین میشه. مدیریت و امدادرسانی در رابطه با سوانح طبیعی به عهده این دو نهاده. سازمان مدیریت بحران که یک سازمان دولتی و زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکنه و جمعیت هلال احمر که یک سازمان غیر دولتیه. بودجه سازمان مدیریت بحران در سال جاری حدود 20 میلیارد تومان بوده. بودجه سازمان هلال احمر هم بیش از 750 میلیارد تومان. اردیبهشت پارسال رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته بود معمولا حدود 6% از منابع عمومی بودجه کل کشور برای مدیریت بحران در نظر گرفته میشه. این 6% پارسال حدود 60,000 میلیارد تومان میشده. آقا وضعیت اسفناک هلال احمر به وضعیتمون ده. روشن نشده که این نهادها چقدر از بودجه‌ای که دریافت می‌کنن و به جبران خسارت اختصاص میدن. سال 91 و به دنبال زمین لرزه مرگبار در اهر، ورزقان و حریس در همین استان یعنی آذربایجان غربی مخفی‌کاری و کندی روند امدادرسانی به زلزله‌زده‌ها انتقادهای زیادی به دنبالش و دست کم 35 نفر از فعالان اجتماعی که برای کمک رسانی رفته بودن هم دستگیر شدند. بعد از زمین لرزه سال 97 در سرپل زخارپ هم زلزله‌زدگان تا سال‌ها در کانکس زندگی می‌کردند.